در واقع در نشانه گذاری ها به قول شما و جغرافی هایی که انتخاب میکنیم بله. یا لوکیشن ها، این باید در واقع در تناسب با چارچوب مرزهای خودمون تعیین میشه. به نظرم در فیلم نامه سعی میکنه تا این رو تعمیمش بده به بزرگتر از این حد. به چه شکل؟ به این عنوان که انتخاب جاهای، حالا من فکر میکنم در فیلم نامه این اتفاق افتاده، یعنی ما با فیلم داستان روایت فیلم رو در کجا میبینیم؟ در منطقه تالش و آستارا و بخشی از آذربایجان ما که دریا هم بهش هست، نزدیک آستارا. لذا انتخاب دریا، انتخاب کوها، انتخاب جنگل و فضاسازی هایی که صورت میگیره در مجموع سعی میکنه تا داستان فیلم رو فراتر از مرزهای ما ببره. من از اون برای این اولش گفتم که چشم نگاهی داشته به اون طرف مرزها و برای اون. بنابراین به عبارتی من که علاقمند به این هستم که حتما به سینمای بومی پرداخته بشه، اما این بومیگرایی رو در چارچوب در واقع مرزهای خودمون میبینم و من فکر میکنم نه ترک نه کرد نه نمیدونم ترکمن اینا جدا از بقیه کلیت وطن ما نیستن. اونجایی که فیلم سعی میکنه تا با این نشانه گذاری ها فراتر از این حرکت بکنه، به نظر میکنه از اشکالای فیلم نامه است تا اجرا. یعنی فیلم نام نیست فراتر اتدام. یعنی چی آقای من؟ یعنی به عبارت این که ما یک جور در واقع شوونیسم میبینیم در فیلم، یک جور قومگرایی فراتر از مرزهای ایران در فیلم میبینیم. این در فیلم نامه و فیلم نام نویس ابتدا نوشته شده. از اونجایی که چهار تا مثلا کجای فیلم این عرض کردم یعنی چیدم، ببین چیدمان فیلم اینجوریه، در فیلم نامه هم اینجوریه. مرد اسمش غیرته، محل زندگیش در جایی که سعی میکنه دو تا فصل سه تا فصل مشخص ما رو ببره کنار دریا که به نظرم یکیش اصلا بسیار قدرتمندانه ترسیم شده، اونجا که دو تا زن وایستادن در واقع کشمکش دارن. خب این خیلی فصل خوبیه. پس بنابراین دریا، جغرافیای جنگل و بعد عرضم به خدمت شما فضاهایی که برای فیلم ساخته شده، همه اینا